دوستان خوبم، درود. فاطمه هم دکترای بایومدیسن دارم، متخصص کاریم سمشناسی داروهای درمان سرطان و بیماری های خودیمنه. خیلی خوش اومدین به برنامه امروز پرسش و پاسخ که میخوام با هاتون در رابطه با آبهای قلیایی صحبت کنم. اگه برای خرید بطری های آب به فروشگاه مراجعه بکنین، میبینین در کنار آبهایی که برای فروش هست و قیمتشون معمولی تر هستش، یک سری بطری های آب هایی وجود دارن که قیمت هاشون چندین برابره. برای مثال اگه یه بطری آب معمولی که حدوداً مثلا 1 لیتر باشه قیمتش 1 دلاره، اون بطری های آب که روشون نوشته آب های قلیایی قیمتشون 5 دلار و گاهی بالاتر هم هستش. و ادعا میشه این آب ها چون قلیایی هستن یک سری خواص خیلی خارق العاده ای دارن که میتونن جلوی همه بیماری ها، ویروس ها، باکتری ها رو بگیرن، مانع بشن که ما سرطان بگیریم، مانع بشن که دچار پیری بشیم و به همین دلیل قیمتشون خیلی بالاتر هستش. و ما هم که خب مسلما هر کسی از بیماری ها و پیری بدش میاد، پول اضافه تری رو هزینه میکنه تا بتونه که خودش رو مصون نگه داره. خیلی جالبه، چند وقت پیش یوتیوب رو باز کرده بودم که نظر یکی از بیننده ها رو جواب بدم. دیدین که خود یوتیوب بهتون آفر میده که فلان ویدیو رو نگاه بکن و دیدم یه آفر داده که آب قلیایی بخوریم، آب قلیایی معجزه میکنه. و من خیلی تعجب کردم وقتی که این عنوان رو دیدم و دیدم به حالت یه سمینار هستش، یعنی مردم نشستن و یه شخصی جلوی اینها داره از مزایای آب قلیایی براشون تعریف میکنه و مردم همه سر و پا گوشن، دست میزنن، تشویق میکنن. و بعد هم یه نگاهی به کامنت ها کردم، فوق‌العاده باز تعجب کردم که همه تحسین کرده بودن اون شخص گوینده رو که آفرین، زندگی ما رو داری نجات میدی، اگر تو نباشی ما همه دوچار مشکلات سلامتی میشیم و خیلی رهنمود های خوبی به ما کردی و بسیار ممنون. و من متعجب از این کامنت ها، از این سخنرانی که کاملا غیر علمی و غیر دقیق بودش. و خب چون دیده بودم خیلی ها میان توی فروشگاه پول اضافه تر میدن که این آبهای قلیایی رو خریداری بکنن، همیشه دلم میخواست یه ویدیو در این رابطه بسازم. ولی وقتی که این ویدیو رو دیدم خیلی مطمئن‌تر شدم که باید هرچه زودتر در این رابطه با شما عزیزان صحبت بکنم. خب اول میگم بهتون که چرا اینها میگن آب قلیایی خوب هستش، آب قلیایی تمام مشکلات بشر رو حل میکنه. علتش این هستش که وقتی که pH خون افزایش پیدا میکنه، اگر افزایش پیدا بکنه که حالا در رابطه باهاش صحبت میکنیم و در واقع اون حالت اسیدیتی یا قلیایی خون تغییر پیدا بکنه، هر چقدر که این محیط به سمت اسیدی بودن نزدیک بشه، یعنی از pH نرمال خون که حدود 7.4 هستش کاهش پیدا بکنه pH و به سمت 7.6-7.9 در حرکت باشه، ویروس ها و باکتری ها فرصت رشد پیدا میکنن. و اینها ادعا میکنن که خب پس اگر این اسیدی بودن باعث میشه که بدن ما یه شرایطی داخلش فراهم بشه که ویروس ها و باکتری ها رشد پیدا کنن، پس میام آب قلیایی میخوریم جلوی اینها رو میگیریم. تازه این آب ها حالت آنتی اکسیدانی هم دارن، رادیکال های آزاد هم میگیرن، مانع از پیری میشن و سلول های سرطانی هم از بین میبرن. و اگه یکم مثلا سطحی بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، خیلی حرفشون منطقیه. اما یه ایرادی داره حرف این عزیزان، این دوستان، و اون این هستش که بدن ما یک سیستم پیچیده است، یک سیستم یک پارچه است. اون چیزی که توی محیط آزمایشگاه و توی یه پتریتیش اتفاق میفته خیلی متفاوت هستش از اون چیزی که توی بدن ما اتفاق میفته. ما آب قلیایی اگر بخوریم که در واقع پیچ بدنمون رو به سمت قلیایی شدن پیش ببریم، فکر میکنیم که کلیه ما، ریه ما، خون ما بیکار نشسته که ما هرچی خوردیم بگه که خب خیلی ممنون، خیلی ممنون از این دانشی که استفاده کردی و اومدی این ماده رو مصرف کردی، حالا منم بیکار نشستم پیچ خودم رو
افزایش میدم و قلیایی میشم. اصلا اینطوری نیست دوستان من. خون یه حالت بافر داره، اگه شیمی دوست داشته باشین و اگه از درس شیمی یادتون باشه، خون حالت بافریش اینجوری هستش که از اسیدهای ضعیف و بازهای ضعیف تشکیل شده و اجازه تغییر pH رو به این آسونی ها به هر ماده‌ای که واردش میشه نمیده. اگه قرار باشه هر چیزی واردش میشه pH خون رو تغییر بده، که خب پروتئین هایی که در خون هستن تغییر ساختار پیدا میکنن و تغییر ساختار این پروتئین ها مصادف هست با متوقف شدن عملکردشون و مرگ. بنابراین این سیستم انقدر مجهز و آماده هستش در برابر تغییراتی که بهش وارد میشه و نمیذاره که هر چیزی به این راحتی تغییر بکنه. چون اگه یادتون باشه تو طول همه ویدیوهام بهتون میگم این بدن امروزه ما طی هزاران هزار سال تکامل به وجود اومده و این نیستش که خیلی راحت بتونیم دستکاریش بکنیم، هر چی که دلمون خواست تغییر بدیم، اونم به این راحتی، مثلا با خوردن یه لیوان آب قلیایی. خب خون چی کار میکنه؟ وقتی که ما یه مایه قلیایی رو مصرف بکنیم pH خون خیلی تغییری نمیکنه. چرا؟ اول اینکه خون سرشار از پروتئین ها هستش که این پروتئین ها هم بارهای منفی دارن و هم بارهای مثبت دارن. حالا اگر که ما یه مایه قلیایی رو مصرف بکنیم که خودش بارهای منفی داره، پروتئین ها شروع میکنن به جذب کردن این بارهای اضافه منفی و اجازه نمیدن pH خون تغییر بکنه. این یکی از مکانیزم هایی هستش که اصلا اجازه نمیده که خون شما میزان اسیدیتیش یا قلیایی بودنش بر اثر مصرف خوراکی ها خیلی تغییر بکنه. یه چیز دیگه که توی خون وجود داره همین اسید کربونیک هستش، H2CO3. چی هستش این اسید کربونیک؟ ترکیب آب هستش و CO2 دیوکسید کربونی که طی مکانیزم های سلولی درست شده و قراره بیاد داخل ریه ها و ما اون رو با بازدم از بدن خودمون خارج بکنیم. ولی تا زمانی که توی خون هستش یه حالت اسید خیلی ضعیف داره. ترکیب آب هستش و CO2 که بهتون گفتم بهش میگیم اسید کربونیک یا H2CO3. شما فرض کنین یه قلیایی رو بخورید مثل سود سوزاور NaOH، NaOH، و یه ماده قلیایی هستش که pHش 14 تقریبا، جزء قوی ترین قلیاهایی هستش که وجود داره. خب این ماده قلیایی که اصلا قابل خوردن نیست، روی پوست بریزه سری پوست رو میخوره، توی چشم بریزه باعث نابینایی میشه، اصلا قابل خوردن نیست. فقط میخوام تصور کنید که شما مثلا میایین و مستقیما NaOH رو، سود سوزاور رو میخورید. چی میشه؟ این میاد داخل جریان خون شما، تبدیل میشه به یونهای Na، سدیم، Na مثبت، Na مثبت، یونهای سدیم و OH منفی، و این OH منفی اونقدر در واقع پتانسیلش بالا هستش که بتونه یه مایعی رو که غیر از خون باشه و حالت بافر نباشه pHش رو سریع به سمت قلیایی بودن تغییر بده. اما همین اسید کربونیکی که توی جریان خون ما هستش میاد و یکی از هیدروژن‌هاش رو از دست میده و اون گروه هیدروکسیلی که توی سود سوزاور وجود داره رو جذب میکنه. پس یه یون هیدروژنش رو اسید کربونیک از دست میده و OH رو که سود سوزاور داره به خودش جذب میکنه و ترکیب میشه به آب، میشه H2O، H2O یا آب، و بنابراین اصلا خاصیتش از بین میره و اجازه نمیده که بدن جریان خون قلیایی بمونه. در رابطه با یه قلیای خیلی قوی مثل سود سوزاور حرف میزنیم. حالا یه لیوان آب قلیایی که pHش بین 8.5 تا 9 هستش، خودتون تصور بکنین که چه تأثیری میتونه رو جریان خون ما داشته باشه. عملا هیچ. خب غیر از اسید کربونیک ما سیستم های دیگه هم تو جریان خونمون هست. مثل چی؟ مثل دای هایدروژن فسفیت که این هم یه اسید ضعیف هستش و دقیقا مثل اسید کربونیک یکی از یونهای هیدروژنش رو از دست میده که با یون OH منفی بازی که وارد بدن ما شده، قلیایی که وارد بدن ما شده، با همدیگه ترکیب بشن و تبدیل به آب بشن و خاصیت اون قلیا از بین بره. خب پس تا اینجا یاد گرفتیم که وقتی که ما یه آب قلیایی مصرف میکنیم
در واقع هیچ اثری روی جریان خون بدن ما نداره، نمیره داخل سلول های مختلف بدن ما که بخواد مانع از سرطان بشه، که بخواد مانع از پیری بشه، که بخواد مانع از اون عواملی بشه که فروشندگان و تبلیغ کنندگان آبهای قلیایی براش ادعا میکنن. اما یه چند تا نکته دوست داشتم در نظر بگیریم. خب اول اینکه آب قلیایی وقتی که مصرف میکنیم، خیلی ها میگن خب اگر ما اسید رفلاکس داشته باشیم یا اسید معدمون برمیگرده توی مریمون و توی گلومون، اگر آب قلیایی مصرف بکنیم این باعث میشه که حال ما بهتر بشه. خب اینجا چند تا نکته وجود داره. اولا که آب قلیایی اثبات نشده که میتونه همچین اثری داشته باشه. اثری هم اگر داشته باشه اثر کوتاه مدت هستش. چرا که دستگاه گوارش ما برای اینکه بتونه مواد غذایی رو هضم بکنه و به صورت قابل جذب در بیاره باید محیطش اسیدی باشه. وقتی که شما آب قلیایی مصرف میکنید، در واقع این محیط اسیدی معده رو از بین میبرید و معده مجبور میشه برای اینکه این اسیدیتی خودش رو حفظ بکنه اسید بیشتری تازه ترشح بکنه و شاید کوتاه مدت اون مشکل اسید رفلاکس حل بشه، اما در طولانی مدت اثر برعکس میذاره. از طرف دیگه یکی از سدهای دفاعی که بدن ما داره موقعی که غذا میخوره همین اسیدی بودن معده هستش. وقتی که شما غذایی رو میخورید که ممکنه آلوده باشه به ویروس یا باکتری، وقتی که شما این رو مصرف میکنین اسید معده رو از بین میبره و تجزیهش میکنه. حالا اگر که محیط معده رو قلیایی نگه داریم که خب پس تکلیف این میکروب ها و حالا باکتری ها، ویروس ها، پاتوژن هایی که از طریق غذا ممکنه وارد بدنمون بشه چی میشه؟ و به نظر میاد برخلاف اون چیزی که ادعا میکنن این عزیزان، نه تنها باعث نمیشه که ما از این باکتری ها و میکروب ها محفوظ بمونیم از آلوده شدن بهشون، بلکه ما رو بیشتر در معرض ابتلا به بیماری هایی قرار میده که از طریق غذا ممکنه به بدنمون سرایت بکنه. خب این یه نکته بود که میخواستم بهتون بگم. نکته دیگه این هستش که شما وقتی که یه ماده قلیایی رو مصرف میکنین، هر چقدر که این قلیا شدتش بیشتر باشه، خون مجبوره که با توان بیشتری مقابله بکنه با قلیایی که وارد جریان خون شده تا بتونه پی ایچ خودش رو نرمال نگه داره، تا بتونه ساختار پروتئین ها رو نرمال نگه داره، تا بتونه از مرگ جلوگیری بکنه در واقع و از بین رفتن سیستم بدن ما که به این پی ایچ تنظیم شده نیاز داره، بتونه کمک بکنه که این پی ایچ ثابت بمونه و بدن ما از بین نره، تمام تلاشش رو میکنه که این میزان قلیای اضافه، فرقی نمیکنه، یا اسید اضافه رو کنترل بکنه. گفتیم که وقتی که ماده قلیایی مصرف میکنیم، اون دیوکسید کربونی که تولید شده و توی جریان خون ما محلول هستش به فرم اسید کربونیک استفاده میشه که چی بشه؟ که ما بتونیم این قلیا رو خنثا بکنیم. بنابراین CO2 باقی نمیمونه که از طریق بازدم بخواد خارج بشه. نه که باقی نمونه، میزانش خیلی کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه که بدن خودش به خاطر اینکه بخواد CO2 رو نگه داره و pH جریان خون رو تنظیم کنه، مغز به صورت اتوماتیک میزان تنفس رو کاهش بده. بنابراین میزان تنفس کاهش پیدا میکنه که CO2 زیادی از بدن خارج نشه. همین کاهش میزان تنفس باعث میشه خب اکسیژن کافی هم به بدن نرسه. بنابراین اگر آب قلیایی مصرف میکنین، اگر دوست دارین که در واقع به اون نکته هایی که عزیزانی مطرح میکنن در رابطه با آبهای قلیایی توجه بکنین، یادتون نره که آب قلیایی آبی نیستش که شما بتونین هر روز هر لحظه به میزان زیادی مصرف کنین و براتون مفید باشه. یکیش همین کاهش سطح اکسیژن خون هستش که میتونه به خیلی از قسمت‌های بدن آسیب بزنه اگر میزان قلیایی که مصرف میکنید زیاد باشه.
از طرف دیگه گفتیم که پروتئین هایی هم که توی جریان خون وجود دارن مانع میشن از اینکه پی اچ بدن تغییر بکنه، پی اچ جریان خون تغییر بکنه. خب وقتی که میزان قلیای زیادی وارد بدن ما بشه و این یونهای منفی که در قلیا وجود داره با یونهای مثبتی که روی پروتئین ها وجود داره ترکیب بشه تا پی ایچ خون کنترل بشه، خود این پروتئین ها بار منفی اضافه تری پیدا میکنن، چرا که بار مثبتشون توسط اون قلیایی که وارد بدنمون شده خونسا شده. خب حالا این پروتئینی که بار منفی داره آماده است که یونهای مثبتی که تو جریان خون وجود داره رو جذب بکنه، چیکار میکنه؟ به کلسیوم هایی که تو جریان خون در حرکت هستن متصل میشه، به پتاسیم متصل میشه و اینها رو از دسترس سلول ها خارج میکنه تا بتونه این در واقع تعادل بار هم در جریان خون ایجاد بکنه. خب این باعث چی میشه؟ باعث میشه که بدن ما اگر میزان قلیا خیلی زیاد باشه با شوک مواجه بشه، چرا که کلسیوم برای عملکرد مغز ما، برای عملکرد قلب ما، ماهیچه های ما ضروری هستش و اگر میزان قلیا زیاد باشه حتی باعث میشه که کما اتفاق بیفته، ولی در میزان کم باعث سرگیجه میشه، باعث حالت تهوع میشه، باعث یک سری از فرایندهایی میشه که در واقع ماهیچه ها نظمشون و کنترلشون به هم میخوره و یه حالتی مثل لرزش که توی بیماری پارکینسون وجود داره برای فرد اتفاق میفته، ممکنه باعث تشنج بشه. بنابراین در میزان مصرف آب قلیایی خیلی باید دقت کرد. با این حال همه اینها رو گفتم، نمیدونم که چقدر اینها میتونه برای اون عزیزانی، چون اون کسایی که آبهای قلیایی رو تبلیغ میکنن پول خیلی زیادی از این راه به دست میارن و بنابراین تبلیغات خیلی خوشاب و رنگی دارن که میتونه خیلی ها رو جذب بکنه. اگر تصمیم گرفتین که محو این تبلیغات بشین و فریب این در واقع دنیای پرزرق و برق رو بخورین، یادتون باشه که نباید در مصرفش زیاده روی بکنین. از طرف دیگه اصلا لازم نیستش که شما این همه پول اضافه تر هزینه بکنین، چندین و چند برابر پول هزینه بکنین که آب قلیایی تهیه بکنین. خیلی راحت میتونین با اضافه کردن یه مقدار جوش شیرین به آبی که میخواین مصرف بکنین آب رو قلیایی کنین. همینطور میتونین برش های تازه لیمو ترش بندازین داخلش. خود لیمو ترش حالت اسیدی داره ولی وقتی که وارد معده میشه و شروع میکنه به هضم شدن میتونه موادی تولید بکنه که حالت قلیایی داره. بنابراین خیلی لازم نیستش که نگران این موضوع باشین که اگر پول اضافه تر هزینه نکردین و اگر پول بیشتری پرداخت نکردین سلامتتون به خطر میفته. یادتون باشه که شما هر چقدر که بخواین پی اچ بدنتون رو دستکاری بکنین، حالا چه به سمت اسیدی چه به سمت قلیایی، فشار اضافه تر روی ریه هاتون و روی کلیه هاتون وارد میکنین. بنابراین بهتر این هستش که غذاهایی که مصرف میکنین نه خیلی حالت اسیدی داشته باشن نه خیلی حالت قلیایی داشته باشن که بدن ما هم دچار درگیری نشه. امیدوارم اطلاعاتی که تو این ویدیو دادم براتون مفید بوده باشه. هر سوالی که داشتین در این رابطه برام کامنت بذارین و یادتون باشه که اگر از این ویدیو خوشتون اومد، مطالبی که تو این ویدیو ارائه شد براتون مفید بوده باشه یادتون باشه که من اصفهانی هستم و این روزها مردم شهرم رو تنها نذاریم. مراقب خودتون باشین و تا یک دیدار دیگه بدرود.